با درود به حضور تک تک شما عزیزان که به مناسبت 28مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در این مراسم شرکت کرده اید و با عرض ادب به خدمت اندرکاران این مراسم کسانی که این مراسم را سازماندهی کردند. بسفا در مورد قتل عام زندانیان سیاسی سالها که انسانهای آزاده و دلسوزان صحبت میکنند و هر کسی در این مورد خاطره ای تعریف کرده است، من نمیخواهم زیاد وقت شما عزیزان را بگیرم. تنها میتوانم بگویم رفقا دست مریضان برای اینکه نگذاشتید این خاطره تلخ در حافظه های مردم ایران و جهان پاک شود. خانواده زندانیان امامی برای اقدامات شما دلگرم هستند و متوجه شدند که فرزندانشان در خاطره دانه حق شده و هیچ وقت فراموش نمیشوند. من خودم در آن زمان زندانی بودم و از تاریخ 27/3/1367 نهایت 31/3/67 کلیه کسانی که هنوز احکام علیه آنان صادر نشده بود، یعنی هنوز به دادگاه نرفته بودند، احضار و آنان را به صدور انفرادی انتخاب دادند. آن روزها برای کسانی که خودش در زندان بودند و آن صحنه ها را مشاهده کردند خیلی دلدار بود. من امروز وقتی به فکر آن همه انسان بیگناه میفتم که تصور در زندان ها قتل عام شدند، تمام وجودم دبریز از خاطر این عزیزان می شود. چهره حسن عاقبخوب، علی ملکی، حملات، صلاح فیضی، خلیل خباب، حمزه خباب، حسن خباب، داود مجاهد، زاهد برازنده، صلاح رضوی، عطا خالدی، سعید شمسی، زاهد حسین و برادرش، حامدی، علی خاتونی و ده ها نفر دیگر که در عرض چند روز در بند پنج زندان دخانیات جهت اجرای حکم اعدام در حضور ما احضار شدند، هر روز برایم باز تولید می شود و هیچ وقت آن چهره ها را فراموش نخواهم کرد و همیشه یاد و خاطره آنان برای من که همبندی آنان بودم زنده بوده و زنده خواهد ماند. یک بار دیگر از همه شما عزیزان تشکر می کنم که این مراسم ها را سازماندهی کردید تا خاطره آن عزیزان زنده ماند و جامعه به آنان افتخار کنند. موفق و موفق باشید دوستان. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. مرا فریاد کن، مرا فریاد
اسلام عاشق ترین زندگان بودم، زیرا که مردگان این سر عاشق ترین زندگان بودم. من درد مشترکم، مرا فریاد البت را به من بده.